پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران. و اما مهمان عزیز من در واقع چی بگم؟ مدیر ارجمند اسبق تلویزیون اندیشه هستند که دعوت من رو قبول کردند برای حضور در این جلسه و دقایقی در خدمتشون خواهم بود. پرویز کاردان، هنرمند ارجمند کشورمون. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. ممنون از لطف و محبت شما آقای فروزنده عزیز. و اجازه بدین یه نکته رو بگم. من از دیروز تا به حال که در اینجا بودم اصلا باورم نمیشد که این استقبال بتونه از این واقعه بشه و به نظر من یک واقعه بسیار بسیار هیجان انگیز در ایرانیان خارج از کشوره، برای که همیشه در این مورد نگاهی نه آنچنان خوب به این جور مسائل بوده و الان میبینم که با این شورای که درست شده، شورایی که از نظر من یک نکتهش بسیار جالبه، خیلی خلاصه میگم، برای که بیشتر دوست دارم از مردم دعوت بکنم که حالا که ما جلوی دوربین هستیم بیشتر تلفن ها زنگ بزنیم. ما ایرانی ها همیشه به ظاهر بیشتر اهمیت میدیم تا به عمق قضیه. برای همینم در مورد کار سیاسیمون همیشه به ظاهر یک حکومت نگاه میکنیم، میگیم پادشاهی باشه یا احتمالاً جمهوری، در صورتی که مسئله اصلی اون عمق خود حکومته، یعنی احترام به قانون، احترام به اعلامیه حقوق بشر، جدایی دین از حکومت و اعدام‌ها و شکنجه‌ها و همه اینها. اینها هم در منشور همین شورا هست. حالا شکل مال بعده، مثل اینکه ماها وقتی میخوام ماشین بخریم باید به ظاهرش نگاه میکنیم، باید به موتورش هم نگاه بکنیم، همینجوره. و من بسیار خوشحالم که در این یکی دو روزه که اینجا هستیم و من پشت صحنه هستم و حالا با محبت شما در جلوی دوربین هستم، میبینم که یک راه زیبایی آغاز شده، یعنی پنجره رو به ما باز شده که بعد از سالها شاید از این پنجره بتونیم نمای زیباتری در مورد مسائل سیاسی ببینیم. نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم. نه خواهش میکنم. ولی شما به عنوان کسی که در واقع در اینجا سمت مدیریت رو داشتید، برای چند سال فعالیت میکردید، آیا این تصور رو داشتید که اندیشه همچین تحولی رو پیدا بکنه و امروز در این موقعیت فعلی خودش قرار بگیره؟ راستش رو بخواید نه. و اولا من همیشه به شخص جناب عالی، حتی قبل از اینکه تلویزیون اندیشه درست بشه، اگر یادتون باشه در زمانی که شما با هم در تماس بودیم و برای شما احترام ویژه‌ای داشتم، شما هم محبتتون شامل حال من بوده و در این مدتی هم که من نیستم شما دارید با بسیار با قدرت اجرا میکنید. ولی من خیال میکنم پشت سر من و پشت سر شما یک نیروی بسیار محکمی به نام نادر دورمانی وجود داشته، آقای نادر دورمانی، که هم من و هم شما رو هول داده به جلو و کار انجام شد. حالا ما رو هول داده به اینجا که شما این شماره تلفن‌های مربوط به همیاری رو اعلام بکنید و با توجه به محبوبیتی که دارید بخواید که تلفن‌ها رو به صدا در بیارن. تلفن‌ها که اون زیر نوشته شده، خواهش می‌کنم. ببینید چند نکته رو می‌خوام بگم. من در این دیروز که اینجا بودم تا امروز چند تا کار بسیار جالب دیدم. نخست اینکه بعضیا تلفن می‌کنن برای اینکه وقت این برنامه رو نگیرن، با چند نفر صحبت کردن، مجموعه مثلا گفتن نفری $100 میدین، در مجموعه $500 به نام یک نفر از کارت اون $500 رو میدن، به جای اینکه 5 نفر زنگ بزنن و وقت بگیرن. همینطور بعضی ها یه رقمی رو میدونیم که فرستادن پول و کمک از داخل ایران که بسیار زنگ زدن و دلشون میخواد کمک بکنن، در این برهه از زمان به قول اونا اونجایی ها در این برهه از زمان خیلی کار مشکلی است. کسانی که اینجا هستن یک ابتکار دیدم، یه رقمی رو میگن به نام 5 نفر در داخل ایران من $500 تقدیم میکنم و بی نظیر این کارها یعنی یک پیوندی است که بین مردم ایجاد میشه برای آینده بهتر، برای مملکتی که استعداد همه چی داره. نمیخوام زیاد حاشیه برم، ولی آقای فروزنده عزیز، وقتی که اینجا یک دفعه میبینیم که
یکی از بهترین دانشمندان، چندین بهترین دانشمندان ناسا ایرانی هستند. وقتی که میبینیم چقدر اساتید دانشگاه در اینجا ایرانی هستند، وقتی میبینیم که اون مهندس ایرانی به عنوان موفق ترین مهندس مبتکر از رئیس جمهور جایزه میگیره، وقتی که همه اینها رو میبینیم متاثر میشیم که چرا این نیرو، این سرمایه در داخل ایران نیست. بنابراین همه ما آرزو داریم که ایرانی داشته باشیم آزاد، دموکراسی، با مردمی مرفه که از ثروتی که هم خود ایران داره و هم مردم با استعدادش بتونیم مردم بهتر زندگی کنن. خیلی متشکرم. ولی آقای کاردان دست من نمیتونه درده. من خواستم شماره ها را اعلام بکنه، نکرد. شاید به دلیل اینکه دوربین عینکشو نزده نمیتونه عددا رو بخونه. بنده از همینجا میتونم براتون بخونم. بخونید. اریا کد 818. بله. اینه که همه میدونن. اینجا کار مهمی نکرده. 564. بله. درسته؟ بله. 564 هم گفتم 4273. نه. 4273. اون مال استودیوست. همیاری میشه 4278. 4278 شماره اشتباه کرده. حالا شماره زیرش. و شماره زیرش هم که 818-734-7100. ممنونم به افتخار آقای کاردان که آمدن. امیدوارم زنگ‌ها رو به صدا در بیارید. کاردان حق ارشدیت داره، حق پدری داره و به هر حال ببخشید حق پدریشو حذف کردم چون بله بله نه حق برادر بزرگی دارم. شما خواهش میکنم فتنه ایجاد نکنید آقای رافی. بعد به افتخار حضور پرویز کاردان عزیز، شما شیرازی هستید؟ بله بله. اتاق فرمان خانم سمین، خواهش میکنم اگر میشه اون قطعه شیرازی رو بگذارید که تشکری کرده باشیم از پرویز کاردان. خواهش ممنونم از شما. زمان میبره؟ بله بله. چطور چرا زمان؟ خب آقا یه مقداری برای ما بگو از اینکه چه گفتی انتظار نداشتی، ولی امروز در پایان این روز وقتی دوباره این رسانه ها میان میشه، شما این واقعه رو چجوری ارزیابی کردی؟ ببینیم، من خیال میکنم در این سالهایی که در لس آنجلس هستم که پایتخت ایرانیان غربت نشینه و احتمالاً اکثر وسایل ارتباط جمعی ایرانی در این شهر قرار داره، یک همچین وضعیتی رو ندیده بودم که همه اینها که گاهی اوقات یه اصطلاحی است، میگن هم دیگر رو با تیر میزنن، چی میگن؟ همچنان چیز نیست البته، اصطلاحه. بیان این دوستانه در مقابل هم بشینن. شاید همه اینها مدیون، همه اینها مدیون این شورا و این کار شما هستن که این اتفاق افتاده. کار جالبی بود. سپاسگزارم. ممنونم از لطف و محبتتون. مراد برقی تشکر میکنه یا پرویز کاردان؟ من اولا بسیار بسیار خوشحالم که نقش دراکولا بازی نکردم، مگر برای دراکولا میگفتم. ولی نه، خیلی هم مراد برقی جزو یادگارهای من و شاید همه مردمه و ممنونم از لطف و محبتتون. حالا یه نکته ای رو میگم. کسانی که بله ممنون که زنگ زدن، کسانی که از این حالا تا یک ساعت دیگه رقمی بالاتر از 200 دلار کمک بکنن به شورا، من یک مجموعه 10 تایی از دیویدی های برنامه خودم، 10 تا که 2 تا سریال، 1 6 تا، 1 3 تا و 1 تکی رو مجانن بهشون تقدیم میکنم و براشون پست میکنم. کسانی که زنگ میزنن اگر میخوان اینو زیر اون کاغذا بنویسن که من ترتیب این کار رو بدم. با توجه به اطلاعات وسیع آقای کاردان و دانش تخصصشون در زمینه نقاشی، مثل اینکه ما 2 تا تابلوی نقاشی داریم، آیا میشه این تابلوها رو ما داشته باشیم؟ کمک کنیم با کمک آقای کاردان بتونیم اینها رو به حراج بگذاریم و بفروشیم. با کمال میل. کارهای کیا هستن؟ الان میگن یه خانومی هستن که خانم ونسا در فرانسه، از فرانسه هستن. 2 تا تابلو هست که این تابلوها رو قاعدتا ما گفتن بفروشیم به نام، به نفع این شورا و این حرکت. بسیار. و منتظر هستیم که این تابلوها رو اگر بتونیم ببینیم. خب خواهش میکنم که تا موقعی که تابلوها رو میارن صدای زنگ تلفن‌ها رو بیشتر بشنویم، برای اینکه من بله تلفنشون هم بدین، از اونجا گفتن تلفنتون رو بدین به تلفن
به من نگفتن، به اونش کسی داشتن صحبت میکردن گفتن بعد اونجا بیاد. حالا اشکال نداره، شما میخواین تلفنتون بدین؟ با کمال میل. تلفن من همه دارن، ما در این شهر یک جایی رو داریم به اسم 08 که تلفن همه رو داره، هر که اونجا زنگ بزنه تلفن من هست، هیچ لزومی نداره بیاد. خب تلفن ها رو شما یک دفعه دیگه شما اعلام کنید. چشم. تلفن های همیاری، بینندگان عزیز، من تلفن ها رو یه مقدار آرام شده میبینم، ولی این و این درست نیست. ما داریم به ساعات پایانی کار خودمون نزدیک میشیم، نیاز داریم شما همراهی خودتون رو دریغ نکنید و همپای ما بیاید. تلفن های همیاری 818 564 4278، 818 734 7100. توجه فرمایید، 818 564 4278 و 818 734 7100. خب منتظر تابلوها هستیم. آیا تابلوها نزدیکه که بیاد؟ میاد؟ نمیاد؟ آماده نیست. بسیار خب، نشد که تابلوها رو در خدمتتون به حراج بگذاریم. انشالله در فرصتی که آماده بشه حتما این کار خواهیم کرد، و اگر شما تشریف داشته باشید باز از حضورتون دعوت میکنم که آمد تابلوها آماده شد. تابلوها آمد. بله بله. این اولین تابلوی خانم ونسا از فرانسه است. آقای کاردان این چقدر میارزه؟ بسیار زیباست. این یک ابستره بسیار زیبایی است که عمق قشنگی داره. بله. من اگر بخوام این تابلو این بخرم، چقدر میدید بابتش؟ من بالای $1000 براش برم. بالای $1000. بالای $1000. یعنی اگر من روی این قیمت بذارم $1500، خیلی گرون فروشی نکردم. نه فقط گرون فروشی نکردیم. ببینید تا این تابلو به نظر من با این زیباییش هر کجا که میره فضای اونجا رو عوض میکنه. بله. یعنی مثل اینکه یک رنگی رو به اون اتاق یا به اون جایی که تابلو گذاشتن اضافه میکنه. بنابراین این تابلوی اولی که میبینید از خانم ونسا، نقاش مقیم فرانسه، قیمتش $1500. بله. اولین کسی که مبلغ $1500 رو پیشنهاد بکنه این تابلو در اختیارش قرار میگیره. تابلو اسمی نداره؟ نه. نداریم برای شما. تابلو شماره 1. بله، اسم شما از خودمون میذاریم به پیشنهاد آقای اخوان، تابلوی گل لاله. تابلوی گل لاله از خانم ونسا، نقاش ایرانی مقیم فرانسه، قیمت $1500. اولین کسی که این پیشنهاد رو بده تابلو در اختیارش قرار میگیره. لطفا تابلوی دوم رو اگر ممکنه بگذارید روی صفحه. بله، این بیشتر به یه چیزی شبیه در خورشید. من نمیفهمم، شما نقاشی، شما هنرمندی، به من بگو این تابلو چی داره میگه. او برگردید. نه نه نه، برگردید روی قبلی. کدام این تابلو؟ نه تابلو قبلی نه، اوله. این اوله. بعد این که گل لاله است صحبت کردیم، تابلو دومو بگذارید. تابلو دوم آقای کاردان میشه اینو توضیح بدید چیه؟ ببینید شاید یک لحظاتی رو که آدمی به طبیعت نگاه میکنه یک چیز فوق‌العاده‌ای رو ببینه. صحیح. ببینید در گذشته در تا اواخر قرن 19 هم نقاشی در خدمت بزرگان بود برای کشیدن پورتره‌ها و مناظری از دربار و غیره و غیره. از اون زمان که انقلابی در هنر نقاشی ایجاد شد، نقاشان امپرسیونیست، فوویست، اکسپرسیونیست و اینها آمدند، اینها روحیه هنر را عوض کردند. نگاه به طبیعت عوض شد. گرچه این یک کار طبیعی نیست، ولی مثل یک کار ابستره، مثل یک رویایی که یک لحظه از طبیعت در ذهن ما هست اینجا زنده میشه. و البته این روش و شیوه همون نقاشه و به نظر من کار بسیار قشنگیست. اینو به من هدیه کنین با کمال میل میگیرم. خیلی متشکرم. ولی اگه قرار باشه پول هدیه رو بپردازین چقدر میدید بابتش؟ این رو من $1500 میدم. یعنی اسمشو چی میذارید شما اینو؟ نگاهی دیگر. تابلوی نگاهی دیگر از خانم ونسا، نقاش ایرانی مقیم فرانسه. آقای کاردان میگن $1500. باور کنید که وقتی آقای کاردان حاضر $1500 بده که سخت از این پولا میده، معنیش این نیست که این تابلو $3000 قیمت شه. اما
اما به خاطر آقای کاردان همون 1500 دلار نگه می‌داریم و اولین کسی که تابلوی نگاه دیگر رو 1500 دلار بخواد تابلو رو بهش تقدیم می‌کنیم. با کمال خیلی متشکرم. یک دور دیگه تابلوی لاله رو بگذارید اگر میشه. خب بله، 1500 دلار. هر دو یکی 1500 دلار. بریم تابلوی نگاه دیگر. تابلوی نگاه دیگر، بله، این هم 1500 دلار از خانم ونسا، نقاش ایرانی مقیم اروپا. حالا اگر ممکنه از این نقاشی‌های زیبا بگذارید بیاید قیافه جذاب آقای کاردان نشون بدید. اجازه بدین آقای فروزنده بگم، چون همه خطا اشغاله دارم، میگم که همه پای تلفن هستن، اعلام کردم کسانی که تا موقعی که من جلوی دوربین هستم تا یک ساعت دیگه بالای 200 دلار یا همون 200 دلار رو به شورا هدیه کنن، 10 عدد از DVD های خودم رو بهشون تقدیم میکنم. با کمال میل سپاسگزارم. دو اثر بسیار با ارزش به کسانی تعلق میگیره که مبلغ 1500 دلار بدهند برای هر کدام. برای هر کدام و بگویند که تابلوی در واقع لاله چی بود؟ لاله بود؟ گل لاله. گل لاله رو میخوان اسم آقای یا سهراب اخوان گذاشت یا نگاه دیگر. نگاه دیگر. بینندگان عزیز میریم، امیدوارم که شیراز رو پیدا کرده باشم، وگرنه خودم مجبور میشم به اتفاق آقای کاردان شیرازی بخونم اینجا. میریم به یه قطعه موسیقی توجه میکنیم، برمیگردیم و مجددا در خدمتون هستیم. انتظار ما این است هر لحظه انتظار ما این است که ارتباط ما با شاهزاده رضا پهلوی برقرار بشه و انتظار بیشتر من از نمایندگان اعزامی کمیته موقت این است که به من بگن که میزان هزینه‌ای که لازم هست برای کنگره هیئت مؤسس چقدره و ما چقدر دیگه باید تلاش بکنیم. با ما باشید، با هم باشیم تا روز آزادی سرزمین اهوراییمون ایران. اجازه بدین که من برنامه رو با یه دونه یه شعر با میل خودم تمام کنم. بفرمایید. شیرازیه. دیدار یار و صحبت یارارم آرزوست، افتادم به غربت و ایرانم آرزوست. سپاسگزارم. پر شد ز شیخ و مفتی و ملا دیار ما، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. سپاسگزارم. پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران.